اولین دوره مسابقات MMA با فایتر آبی از استان لرستان عارف انصاری رو جانانه تشریح کنید. عارف انصاری از لرستان 27 سال سن 66 کیلو وزن رشته ورزشیش وشو عارف انصاری داریم میبینیم که داورا دارن چکش میکنن که وارد آکتاگون بشه. عارف 27 سال سن 171 سانتی قد از استان لرستان شهر خرم‌آباد. عارف مقام اول کشور در رشته وشو ساندو رو داره و خب خودشو میخواد محک بزنه در آکتاگون رزماور اف‌سی. آخرین مبارزه هم استرس خاص خودشو داره، هم اولی هم آخری اختتامی هست دیگه. خب فکر کنم مبارزه پرسرعتی رو خواهیم دید دیگه. رفتیم به 66 کیلو، یه ذره سرعت میره بالاتر. به نظرم بازی عباس و حریف یاسر با هم داشتن آخرین بازی. آره با نظرت چیه؟ آره با دوستانی که تا الان دارن برنامه رو میبینن، عارف انصاری فایتر آبی ما رو جانانه تشریف کنید. واقعا علاقه مندهای واقعی من میگم با این ساعت الان نزدیک به چند ساعته؟ چهار ساعت، چهار پنج ساعت از تهران محمدرضا ناصری. محمدرضا ناصری داریم داخل تصویراتو میبینیم، 34 سال سن، قد 176. محمدرضا ناصری 34 سال سن، 66 کیلو وزن، رشته ورزشیش جوجیتسو. استایل متفاوتی از بقیه فایتر هم وارد شده. داورا دارن آقای ناصری رو چک میکنن که آقای ناصری وارد آکتاگون بشه. فایتر رو آماده میکنم برای اینکه وارد آکتاگون بشه. دوستان آکتاگون خب فرقش میدونیم با رینگ چیه دیگه، این حالت قفسه، اون حالت رینگ تناب داره مثل رینگ بوکس. جالبه که بدونین از قفس میشه استفاده استراتژیک هم کرد، از قفس میشه استفاده کرد برای تک داون، میشه استفاده کرد برای کلینچ. معمولا هم فایترهایی که ایستادهشون خوبه خیلی فرار میکنن از کیج فایت نکنن تو رینگ برن، چون برای کشتیگیر خیلی خوبه. منظور از اما عدد اوکتا دیگه 8 یعنی اوکتا میشه 8 دقیقا 8 سلی شه، عدد شیمیه دقیقا میشه هپتان که بعد میشه هگزان که میشه 6 بعد میشه هپتان 7 بعد میشه اوکتا. بری شیمی آموزش بده بیو شیمی. چگونه انرژی میذاری دراش؟ من شیمون دوم دبیرستان افتادم. هر دو فایتر وارد قفس میشن. رولای جمشیدی رو داریم. چقدر زیبا دوتا فایتر رو دارن نشون میدن، نگاه کنید. کوچ فایتر قرمز. واقعا من خسته نباشید بگیم به همه دستنکار، مخصوصا کسایی که کار فیلم برداری و کار گرافیک این رویداد برگزار کردن، واقعا حرفه‌ای بود. واقعا خیلی شاتای قشنگی. خب بریم برای اینکه این مبارزه رو گزارش کنیم، اول داور باید بیاد صحبت‌های داور این دفعه گوش کنیم ببینیم چی میگه. کاوه کاویان هر دو فایتر رو به وسط آکتاگون فرا می‌کنه. دوستان
خواهید دید. پس بعد از این مبارزه باز هم با ما همراه باشید. با دستور داور وسط تاوه کاویان بریم. مبارزه شروع میشه. تا دستون میده های کیکو میزنه برای زیرگیری اقدام. عجب عجب بازی کنی. یه دوخم زیبا از محمدرضا ناصری میره داخل سایت کنترل. نه نتونست. عارف انصاری خوب تونست دفاع بکنه و محمدرضا رو بیاره داخل هفت گارد. این گیوتین خیلی کاربردی نیست علی، به خاطر اینکه تو هفت گارده، داخل هفت گارده، بعد بیاره توی فول گارد و بتونه این هیپ حریف رو کنترل بکنه برای تمام کردن گیوتین. محمدرضا ناصری فکر کنم نه کنترل فکر کنم سابمیشن گرفته بودن گیوتین گرفته ولی نه جفت جور نشده. ضربات آرنج هم داره خوب میزنه، خوب داره ضربات رو وارد میکنه به سر صورت حریف. بدن بسیار آماده ای داره عارف انصاری و گیوتین رو ول بکنه. اصلا خودشو داره خسته میکنه به نظرم بیشتر. مربیشان دقیقا همین مورد رو گفت. فرشید غلامی ضربات آرنج از محمدرضا ناصری. خیلی عارف انصاری داره زور علکی به نظر من میزنه. دقیقا مربی چه چیز نکته خیلی اساسی رو داره میگه. میگه با دست چپ بزن به صورت حریف بازه. میبینید همین نکته که همین الان میاد داخل ماونت محمدرضا ناصری. اینجا آرم تراینگل هم میتونه اجرا کنه. آرم تراینگل دقیقا نیکو همون کنه. اینو سه تو شنی میره برای آرم تراینگل و بیا داخل سایت کنترول. میاد داخل سایت کنترول و خودش گرفت. بخواب باید بخواب کف زمین و خودشو پخش بکنه روی زمین. محمدرضا ناصری نباید بیاد رو ماونت. چرا رفیم بر اشتباه میکنه محمدرضا ناصری دوباره روی ماونت و ترجیح میده کتکش بزنه. میره برای آرمبار. میره برای که آرمبار رو بزنه ببینیم موفق میشه نه، ولی واقعا اونجا میتونست تموم بود. آره تموم بود. بله و خودشو مثل ستاره دریایی روی زمین پخش میکرد و آرم ترنگل رو تموم میکرد. بعضی وقتا شانس یه بار در خونه آدم رو میزنه. البته ما هم جای اونا نیستیم. دقیقا اما واقعا تو اون لحظه آرم ترنگل رو جمع کرده بود، دستش بود. دوباره عارف انصاری به گیوتین اشتباه پناه میبره. در سایت کنترل همچنان سر و گردن حریفو گرفته. الوای ریزی میزنه. اصلا یه دستش کار افتاده، اون دست کاربردی نداره گرفتنش مثلا. حالا کروسفیکسو جمعجو کرده، اون دستش هم گردنو گرفته و سرش بازه. با دست چپ کاملا میتونه. کنترل از محمدرضا ناصری، حالا میره برای آندر هوک و فلت میکنه انصاریو. محمدرضا ناصری میتونه اینجا سابمیشن کنه. اینجا بهش میگن وان فلو چوک. دقیقاً وان فلو چوک بزنه، یه ذره فشار بیاره کارو تموم میکنه. با شونش دقت بکنید چون خود حریف پایینی گردنش رو رها کرده با گرفتن گیوتین اشتباه. میره برای اگه بیاد بالا، بعد بیاد بالا فشار بده به سمت پایین. بعد داش اجرا میکرد. آره اوون سامپریکس اینو خیلی خوب میزنه داخل یو اف سی. دقیقاً بهترینشو میزنه. گیوتین فیکس شد. الان داخل فول گارده ولی خب زاویه درستی نیست. دستش به هم قفل پایین بازیکن آبی. نه با یه دست گرفته، یه دست فایده ای نداره. الان دست لاکتیک میشه، اون دست دیگه اکار میافته. این کار غلطه. با یک دست جفت جور نشده کامل. اگه چفت بکنه دستشو کار برای بازیکن قرمز سخت میشه. داره برد، دستو داره برد. داره اشتباه پا فشار میده. آره پا رو فشانده و فشار زیادی رو داره. فکر میکنم خیلی تجربه مبارزه نداره. محمدرضا ناصری جای خوبیه به نظر، جای خیلی خوبی نیست ولی خب عارف انصاری کار خاصی نمیتونه از این کار انجام بده. باید بچرخه سمت گردنی که کنترل کرده و بره داخل زاویه. البته حواسمون هم باشه تقریبا 30 ثانیه دیگه مبارزه تموم میشه در راند اول. یعنی اگه همینطوری ادامه بدن میریم برای راند بعدی.
فقط گردنشو گرفتن با یه دست. عجیبه. اصلا خودش هم با شست نشون داد به مربیش من اوکی هم بازیکن قرمه؟ آره ده ثانیه. نه تمام میریم برای راند دو. این ران تموم میشه. اول ران محمدرضا ناصری زیرگیری کرد. خب راند اول به پایان رسید. بریم برای راند دوم. گیوتین رو گرفت و تا 5 دقیقه فقط دستش دور گردن محمدرضا ناصری بود. دقیقاً کلی صحنه استرا داریم میبینیم اینجا. فکر میکنم بیشترین استرایک رو بازی عباس بود فکر میکنم. بله. بقیهش رو زمین بود. اینجا اومد آرم بارو بزنه ولی نمیدونم هنوز اون آرم تراینگل رو چرا داد رفت. آره خیلی منم تعجب کردم. میخواست بیاد رومونت با گراند پوند تمامش کنه. فکر میکنم این بود. دیگه این یعنی سلیقه میخواست با ضربه تمامش کنه. چون فایت شوخی نداره. این وقت ممکنه شما اون شانسی گرفتی دفعه بعد یکی دیگه بزنه. هوشمندانه نبود. نبود. حالا باید ببینیم. همه. چه اتفاق افتاد؟ اگر من بعد از مبارزه مصاحبه میکردم حتما این ازش میپرسیدم. چرا اونجا آرم تراینگل رو دادی رفت؟ یه چیزی که خیلی مهمه توی سابمیشن نیکو به نظر من مطمئن بودن به تکنیکته و اعتماد به نفس داشتن توی اون اجراش. تکنیک اجراشه. آقا همون رو میخوابید پایین تموم بود. آره خودش رو فلت میکرد روی زمین پخش میکرد روی زمین تموم میشه. پش بالا بود. این بازیکن 34 سال سن داره ولی فیزیکی یه بچه جوونه عالیه. 24-5 ساله است. میریم برای راند دوم. زندگی سالم ولی زندگی سالم. تفریحات سالم. خود مربی به صورت خودجوش می‌خواست پاک کنه زمینو که عوامل گفتن آقا یکی مسئول این داستان هست. هزینه کردم بچه‌ها. بله. بعد یه چسب روی زمین اونا. خب راند اول که راند بیشتر در خاک ادامه پیدا کرد و به قول نیما 5 دقیقه گردن رو فقط گرفته بودم با یه دست. حالا باید ببینیم در راند دو چه. یه حسی بهم میگه طوفانیه. با دستور کاوه کاویان بازم میره پایینی. بازم کار تو خاکه مطمئن باشین. راند دوم شروع میشه. این دفعه دست نمیده چون دستی که داد اون دفعه ضربه زد. این دفعه دست وسط آکتیگان و ممارز ناصری داره کنترل میکنه. یا فلاین نی میزنه برای زیرگیری میخواد اقدام بکنه ببینیم موفق میشه یا نه. بلند میکنه حریفو ولی گیوتین رو جمع این گیوتینه کرد. دید به نظرم چفتره ببینیم میتونه تمام بکنه یا نه. گیوتین رو جمع کرد. اساس این بازیکن گیوتینه. گیوتین رو من الان نمیبینم زیر گردنه ولی اگه زیر گردن کامل رفته باشه تمومه. من از اینجا دارم میبینم زیر گردنه ولی میگه اوکیه هیچیش نیست ولی خوب تموم نمیکنه. پارو به یه صورت عجیبی داره به درستی محمدرضا ناصری دفاع میکنه. وقتی ازتون گیوتین میگیرن بعد پس سر رو بذاری زمین و بدن تو مثل هشت فارسی بکنی بدین بالا که دست به اون خوبی نره زیر گردن. گیوتین جفت و جور نشده به نظر فقط دستاشو خسته میکنه. بدین بازیکن نیست که گیوتین بده. هر چقدر همین فشار بیشترش خسته تر میشه. نکته جالبی رو مربیش میگه. میگه شما رو بله آزاد شد. دستش من ازم خیلی خسته شد. خیلی دقیقه. انساری کارایی نداره. اون دست حداقل 1 دقیقه زمان لازم داره برای اینکه ریکاوری بشه. مربی میگه آره. فرشید غلامی فریاد میزنه. ابروی انساری پاره شده. بله ابرو راست پاره شد. ضربه آرنجی زد. فکر میکنم مربی میگه یه دنده یه صورت و دقیقاً همون کارو کرد. تو گرند گیم تجربه ندارم. درسته؟ شما همین فکر میکنین؟ به نظر من تجربهشون کمه. و خب محمدرضا ناصری تجربه بیشتری داره. ببین الان دوباره رفت برای گیوتین. محمدرضا ناصری بعد از این سوء استفاده بکنه از گارد انصاری بیاد بیرون. فقط گردنو میگیره تو این لحظه. آرنجای زیادی هم خورد. بله. خوب داره کنترل میکنه.
انصاری دوباره حمله میکنه برای گیوتین و محمدرضا ناصری داره به خوبی دفاع میکنه و داره تلاش میکنه که سر رو آروم آروم پالش کنه، نه با زور. ولی تو اینجا اگه تکنیکو خیلی درست بزنی میتونی حریفو گیوتین بزنی. کاملا درسته، جای درستی قرار گرفته انصاری، ولی رو شریان باید بیفته. توی بی جی جی و توی جوجیتسو این جزئیاته که کارو میکنه، متفاوتش کرده بیرون و حالا علمیش کرده و حالا یه دست حریفو گرفته. رولای جمشیدی فریاد میزنه، آرنج میگه تا میتونی آرنج بزن بهش. داور تاکید میکنه که یه نفر با عنوان کوچ میتونه صحبت بکنه. انصاری دوباره حمله میکنه به گیوتین و بی فایده. داور تاکید میکنه که کوچ باید یه نفر باشه، صدا هیاهو زیاد نشه. درست هم میگه. دقیقا همون نکته رو دوباره البو. محمدرضا ناصری این راند انصاری رو داره کتک میزنه و تنبیه میکنه برای گیوتین اشتباه. دوستان ابرو راستش بد جور پاره شده و خون داره میاد، ضربات پیاپی هم داره میزنه به همون ناحیه. دقیقا 10 سانتی متر فاصله داره با خود قاضی. محمدرضا ناصری تصمیم گرفت این راند گارد رو پس نکنه و از داخل همون فول گارد کتک بزنه عارف انصاریو. این بازی از یه زل اکتاگون شروع شده، همینطوره داره زل ها رو یکی از زگری پشت سر میذاره، یه دوره کامل الان زدن تو همین سیستم. چند ثانیه بیشتر نمونده تا راند پایان برسه. دو تا فایتر رو زمین درگیرن. خب دوستان میریم برای راند سوم. اتفاق خاصی تو این راند نیفتاد. محمدرضا ناصری یه فلاین تکرار شد و یه دونه زیرگیری و گراند آن پاوند کرد عارف انصاری از داخل گارد. راند دوم به پایان رسید، کار به راند سوم کشید. صحنه های سر نگاه کنید، این ضربای آرنجی که زد باعث شد ابروش پاره بشه و کنترل خوبی داشت رو حریفش. حالا درسته که خیلی جا نتونست ضربه رو بزنه، ولی کنترل کامل داشته و امتیاز کنترل رو گرفته. اینجا اومد آرمبار رو بزنه که موفق نشد. اینجا فلای نیو میزنه، بوم. البته اونقدر محکم نه، ولی خب تونست باش فاصله رو خوب کم بکنه. نیکو دقیقا رولا برشید بزن پشت قفصه تیره. آخرین توصیه ها رو دو تا مربی ها بریم کردن. راند سوم، راند پایانیه، مبارزه پایانیه. بریم برای راند آخر. رولا آخرین راند رزماور اف سی، آخرین مبارزه، آخرین راند. چه اتفاقی میفته؟ مربی ها خیلی استرس دارن، آخرین رانده. اینجا مشخص میکنه که کی پیروزه. البته فایتر آبی باید به آب و آتیش بزنه دیگه، هرچی داره باید رو کنه. بله دیگه، نباید گیوتین رو کنه. من از دارم هرچی غیر از گیوتین، هرچی غیر از گیوتین، گیوتین سالم از دقیقه. ولی واقعا دیگه الان راند سه نفس ها هم باید ببینیم چه اتفاقی میفته. میریم برای اینکه راند سه با ما براتون گزارش بکنیم. بریم راند سوم شروع میکنیم. محمدرضا ناصری با شورت قرمز، عارف انصاری با شورت آبی.
جفتشون هم گاردشون ارتودکسه. یه لوکیک میزنه. نشون میده که چیم نشد. آپرکاتو نشون میده. اوورم میزنه. پاش لیز میخوره. پاش لیز میخوره. لیز میخوره. داور نگه میداره. بله. به علت اینکه یه ذره خیسته اونجا. مشخص بود لیز خورد. و اونجا رو پاک میکنه. کاوه کاویان تعادلش از دست داد. دوستانی که حالا ممکنه خیلی زیادم حرفه‌ای نباشن دارن الان مبارزه رو می‌بینن، اگر ضربه بر اثر ضربه طرف نخوره زمین و لیز خوردن باشه یا تعادلش از دست بده، دیگه اون امتیاز ناک داونی نداره. به ادامه بازی می‌پردازیم. مبارزه ادامه پیدا می‌کنه. دست نمی‌ده. چون یه بار اومد دست بده دیدی های کیک خورد. کاش اینو زلوهه گیوتینه قرار بده تکرارش نکنه. خیلی با اعتماد به نفس بالاتری قرمز داره کار میکنه از اول مبارزه. یه دونه دیگه هوکو میزنه برای زیرگیری اقدام میکنه، نمیتونه زیرو بگیره، چند تا ضربه به پهلو و میارتش دوباره گیوتین. و این داستان همچنان ادامه داره. حالا مهارزه ناصری داره سعی میکنه خلاف راند قبل گاردو پاس بکنه. میریم دور بعدی کیج رو داشته باشیم. تور کیج گردی. مهارزا ناصری در سایت کنترل عارف انصاری. مربی به صورت کدی صحبت میکنه، میگه چیزی که به یاد دادم رو بزن. اما الان نمیدونیم اون چیز چیه، اما میبینیم که با آرنج داره ضربه میزنه به صورت حریف. دست راستش البته بازی نیانده بر در کلوست فیکس رو جمع جور میکنه، ولی لای پاش بازه. میدونی بعد هیچ مسیری رو باز نذاری. حالا جمع شد. حالا داره به خیال راحت ضربه میزنه، یه پل میخواد بزنه خارج کنه، خودش موفق نمیشه. حالا آرم ترنگل رو داره مهارزه ناصری، بی خیال میشه. فکر میکنم در نهایت با امتیاز این بازی تموم میشه. قیچی دست قرمز. قرمزه. ببین کروسفیکس جمع کرده، تو اینجا ضربه بزنه میتونه تموم کنه. میره برای آمریکانو. میره آمریکانو رو اجرا کنه نبل کرد. حالا کروسیفیکس رو ست کرده. کروسیفیکس یعنی صلیب. دقیقاً. و این ضربه زانو اصلا قدرتی نداره دوستان. اون ضربه زانو پشت هم داره، اگه پشت هم بزنه داور میتونه تمام بکنه، حتی اگه گیج هم نشده باشه. یعنی شما حتما نباید گیج بشید، راه فراری نداری دیگه. نه راه فراری نداری و نتونی از خودت دفاع کنی، از صورتت نتونی دفاع بکنی، لحظه داور به نظر خودش میتونه تمام بکنه. حالا باید ببینیم اتفاقی میفته. مهارزا ناصری داره میزنه. خیلی دقیق، خیلی دقیق. آرنجای پیاپی به سر و صورت داره میزنه، دستش آورد جلو. کوتاه و مداوم. بازم داره ضربه میزنه. ببین پشت سر هم. ولی اون بازیکن هم حق و انصاف بازیکن خوبیه. ولی داره ضربات آرنج پشت سر هم میخواد داور مجاب بکنه که تمام بکنه، ولی داور مجاب نشده. همچنان ضربات آرنج از مهارزا ناصری. و تمام درسته، به درستی تموم کرد. سر موقع تموم کرد. تیکیو محمدرضا ناصری برنده این مبارزه در راند سوم. با کروسفیکس تموم میکنه کار رو. و جفتشون خوب فایت کردن، ولی واقعا اونم خوب تعامل کرد. ماشاءالله خسته نباشی. من قبول ندارم اینو. خیلی پزشک مبارزه باید بیاد چک بکنه. نگاه کنید این خونی که داریم میبینید. اولین کاری که میکنم باید خون رو پاک کنن، ببینن که اون میزان کات چقدره. بعد بر اساس اون پزشک دیگه، البته پزشک تصمیمی برای مبارزه نمیتونه بگیره چون تموم شده مبارزه. ولی خب مبارزه ناصری دوباره از گیوتین اشتباهی انصاری سوء استفاده کرد و کروسیفیکس کرد و بازی رو تموم کرد. اینکه فینیش زیادی داشتیم خوبه. آره جذاب بود. بعضی وقتا فینیش که زیاد نباشه، همه دیسیژن باشن اصلا. دوستان در حال شستن رینگ هستن. دوستان پیروزه مبارزه. داور میگه نمیخوای دست رو ببرم بالا به عنوان پیروز. خسته نباشید. خسته نباشید. هم به تو میگم علی، هم به نیما، هم به همه عوامل، هم به همه دوستانی که دارن این مبارزه رو تماشا میکنن. ما به شما خسته نباشید میگم. دیدن خیلی به نظر من برای اولین بار در ایران خیلی سطحش بالاتر بود از اون چیزی که خود من فکرش میکردم. رویداد واقعا جذابی بود، پر از فایت های تکنیکی، پر از مونو جواب بود.
آره ساب میشنه مختلف تیکی او کی او پشتی پیروز مبارزه آخر اونم از این فاصله نزدیک با تکنیک تیکی او کسی نیست جز آقای محمدرضا ناصری تکنیکال ناکاوت ملت اینکه داور تموم کرد مبارزه رو تیکی او آقای دیجه استوبش کن بازیکن آشیه ساز برگزاری مسابقات خیلی معید واقعا توی چند سال من ها فایت‌های خارج زیاد رفتم ولی خدا شاهده در سال پاسخ‌های این حرفا نیستش تو ایران اولین باره که با این صد مسابقات برگزار شده ماشاءالله از تصویر برداری تا بگی تا موزیگری شو صدا برداری همه قدردانی میکنم از همه مربیه خود همه کشم آقا رولا جمشیدی آقا فرشید قدامی بس هم مهمتر آقا یونس مجد که هم اسپانسر ما بوده تو زندگیم هم واسه ورزشم دست همه داشتم تماشاگرم میبوسم دم همه گیگم خستم نباشید یا علی جانانه تشکر کنید محمدرضا ناصری عزیزم و مربیان گلشو عکس یادگاریشون رو بگیرن صحنه های سر دارید مشاهده میکنید که اینجا پاش لیز خورد که داور تصمیم گرفت اینجا بازی رو متوقف بکنه و بعدم